Ya bu ihtiyacı kundan bir şey hastan ki bakan başım onun özel konuşma ama git ki ya delil bir ayı ben kulü delil var yaşım o zaman. Ağa şunu, şunu istedim, onların uzunluğuna falan aklı konu, ben bir an oğum, bir şey olamaya kuram, yan çoğun ne cevabı ben yukarı benim, şu varım benim ilk hastayım, ya da şöyle daha zor. Ben abone değilim ki de ben... Delil var içi, bunda var abone değilim, canım. Geldi, baradaram. Sası yeşiş. Baradaram. Aval muddaa ara bu, bad delil var bu. Muddaa ayet çiye ki barışın. Baba, şu sözü hıli zayıf mı yap? Mugam muddaa ayetan çiye, bad delil. Barayı kim, kuram matla bir delil ağır din? Ama, barı ince marajı tavuş ve leyat doğran barma. Khoab, befarmayın, delil tanış. Khoab. Da baharı hangal, celde diyor, sası yeşiş. أنا زمان خندم، أن حديث زمان خندم، أن حديث زمان خندم. للعوام أن يقلدوه، أن مال تقليده، مال ولاية نسجان. درسته. أن مال تقليده. هل شفت كيف؟ أن حديث أولا ساتر نس، أن حديث يكونيم سفا بيشتره. غفلت بیدار شدی من حدود دو ماه پیش بود این حدیث را از اول تا آخر اینجا خواندم سطر سطر برای مردم معنی کردم ترجمه کردم حدود شاید یک و نیم دو ساعت من روی این حدیث بحث کردم این حدیث اول شما از اول حدیث بخوانید این حدیث اصل مقصد حدیث و مطلوب حدیث برحذر بودن از علماء سوء نه مراجعه به علماء خود اصل اول حدیث را وقتی شما مراجعه بکنید که علماء سوء را امام عسکری علیه السلام صفاتش را بیان کرده که علمای سود چی کسانی هستن؟ علمای هستن که از اونها اگر مدح بکنی شما را خیلی بالا میبرن اگر با اونها مخالفت بکنی شما را از بین میبرن عوام مردم وقتی که همین صفت را در یک کسی دیدن باید از او اجتناب بکنن اینجا را گفته امام علیه السلام همه اینها را بیان کرده صفات علمای سو که از اونها مردم حق ندارن از اونها تقلید بکنن و بعد گفته علمایی که تابع امر مولای خود باشن مخالف هوای خود باشن هوای دنیا نداشته باشن زهد داشته باشن مردم از اونها تقلید بکنن من که مخالف تقلید نیستم برادر من شما خلط کردیم بین ولایت و بین تقلید تقلید اینه که بر فتوای مجتهد اعلم عمل بکنید خب اینم روی چشمان من اینکه منکر نیستم نه اجازه نمیدم صبر کنید تقلید اینه که بر فتوای مجتهد اعلم عمل بکنید مجتهد اعلم میفرماید شما نمازتان اینجوری باشه روزه تا اینجوری باشه و مثلا بله نشست و برخاستان اینجوری باشه حلال حرام اینه میگن تقلید ولایتی که این شخص مدعی است که من دارم اینه که میگه مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میتونم زن فلان کس رو برای فلان کس حرام بکنم میتونم میگه حتی از این بالاتر میتونم نماز را تعطیل بکنم که دیگر نماز نخوانید میتونم روزه را تعطیل کنم که امسال مردم روزه نگیرن مصلحت اسلام نیست امسال حج نرید مصلحت امسال میخوام که احکام اولیه اسلام رو من میگه بر اون ولایت دارم ولایت بر جان مردم یک کسی رو بکشم اشکال نداره کسی حق سوال نداره که چرا کشتی یک کسی رو زندان کنم کسی حق پرسیدن نداره که چرا او را زندان کردی برادر این اینو ولایت ولایت که این شخص مدعیش هست اینه نه این که تقلید را که من قبول دارم من همیشه مردم را میگم تقلید بکنید از وجه تقلید عالم چی میفرمودید؟ حالا آیا المجری حتما الان در زمان غیبت امام زمان خیلی از مراجع و کسانی هستن که در این شرایط هستن درسته؟ تقلید را تقلید غیر از ولایت برای من شما جان من شما ببینید من به همین مسئله نمی کنم دوستان عزیز من از این شخص اول پرسیدم که مدعای چیه گفت ولایت دلیل آورده از برای تقلید خب اون که تقلید غیر از ولایت دیگه من با تو چه صحبت کنم برادر من ها خب آیا علمی قطعاً کسایی هستن که دارای تاییدیه موضوع و نموضوع تایید بکنه که این شرایط هم دارن که در این حدیث اومده وقتی همچین کسانی هستن تاییدیه امام زمان علیه سلام اگر تو میگی خب ما هم میگی اجازه بدیم من اصلا حرف نزدم شما نمیدونی من حرف بزنم بفرمایید جان شما میگید که ایران الان اومده این آیت الله خامنه‌ای اومده رفت کرد و حالا اصلا ولایت نداره یعنی چی یعنی 70 میلیون مردم ایران که اکثر شیعه هستن همه رو گمراه کرده یعنی الان بین این همه آدم روی کره زمین حتی مرجعی که حالا ما بگیم یعنی ایران ظلم باشن بیرون ایران هیچ که زبون نداره هیچ عالمی زبون نداره بگه که اینا برن همچین ظلم مردم کردن شما گفتی الان آیت الله سیستانی نمیتونه بگه حالا گوش کنید این حرف شما که این همه مردم پس اشتباه کردن خب که چی؟ تاریخ پر از این که جامعه بشری اشتباه کردن در سال 1929 بود 1933 بود 33 بود 1933 هتلر با رأی خیلی بالا انتخابات آلمان را برد رهبر آلمان شد
هتلر، هتلر یک مجرم روانی. کار به جای رسید که خلاصه حمله کرد بر روسیه. اول که خیلی اقتصاد آلمان خوب بود، خیلی صاحب عزت بود، قدرت بود، حمله کرد بر روسیه با تا آن نزدیک مسکو پیشروی کرد، بعد شکست خورد. آمد روسا اینا جلو آوردن، آوردن رسانه تا برلین. از این طرف انگلیس و آمریکا حمله کردن، آمدن تا برلین. در برلین اینا دو آمریکا و شوروی با هم روبرو شدن. خلاصه آلمان چیکار شد؟ این آلمانی که یک قدرت جهانی بود در ظرف چند سال کارهای اتلر این تبدیل به خرابه شد. تاریخ اینو آلمان هتلر را کی بر سر خودت آورد؟ مردم آلمان. کی از هتلر پشتیبانی میکرد؟ مردم آلمان. آلمان را کی خراب کرد؟ هتلر. برای شما بگید 70 میلیون مردم اشتباه کردن. اولا 70 میلیون مردم 90 درصدش مخالفین. امین الان اگر در اینان انتخابات بشه محبوبیت من از امین دجال شما خیلی بیشتر. اینو خاطرتان جمع باشه. محبوبیت من الحمدلله رب العالمین، من در انتخابات شرکت نمی کنم و من اهل این کارا نیستم. الحمدلله رب العالمین. من اصلا اینا رو گناه میدانم. بله، اما خب بیشتر من که میدانم بیشتر مردم ایرانی را اصلا قبول نداره، یک ادعای خیلی کم. بله، این همه مردم اشتباه کردن. خب این دلیل نمیشد که این همه مردم 70 میلیون نفر. بله، شما اگر دلیلی دارید که ولایت داره، دلیل شرعی. دلیل شرعی چیه؟ قرآن کریم، سنت پیغمبر اکرم، سنت ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام. اون دلیله. از اون دلیل بفرمایید من اینجا نشستم برام بیارید.